اورشلیم 30 سال پس از میلاد مسیح. سرزمین یهودی مدت هاست دست خوش آشوب و فشار شده. ده ها سال است که این سرزمین مقدس مقهور اشغالگران بیگانه گشته و امپراتوری قدرتمند روم آن را به مستعمره‌ای در ساحل شرقی مدیترانه مبدل ساخته است. چی کار میخوای بکنی؟ تیرکار رو میکشیم، بازار رو به هم میریزیم، تو گرد و خاک و شلوغی بازار اون خوکای نجس رو سر به نیست میکنیم. کشتن رومیا درست نیست، اونم درست روز ورود پیلاتس. باراباس، این حماقت محضه. یوسف، تو تا حالا رومی کشتی؟ نه. یحیا رو کشتن، اگه تو شاگرد واقعی یحیی هستی باید انتقام معلم تو بگیری. چه لذتی میبری از این که در مقابل دیدن نشه یک رومی دوتا عبرانی رو سریع ببینی؟ دیگه وقت این حرفا نیست. اینجا یهودیه است، جای عمله. دوره پیغمبربازی دیگه تموم شده، حالا دوره ماست. فهمیدی؟ فرمانده گارد دشت. شما دو نفر اینجا چی کار میکنید؟ داریم یابوهای قشنگ شما رو تماشا میکنیم جناب پروکراتور اعظم. مسخرام میکنید؟ اصلا میخواییم ترم باهاشون ببندیم به گاری. آهای اورشلیم بدبخت، یهودی یه بدبخت، پای تخت سلیمان رو دابون ببین به چه روزی افتاد. احترام پروکراتور بزرگ امپراتوری، نماینده قیصر تیبریوس کبیر، جنرال پونتیوس پیلاتس، خبردار! جنرال، شما راه دور و درازی را پشت سر گذاشتید. در این مدتی که در روم تشریف داشتین اینجا خیلی چیزها تغییر کرده. یهودی دیگه اون مستعمره سابق نیست. از ریخت و قیافه همشون متنفرم. و اینم بهت بگم لنتوس، همین الانم دلدل میکنم کی میشه برگردم به روم. راستش قربان، نمیخواستیم هنوز از گرد راه نرسیده با خبرهای بد و ناهنجار ذهن شما رو مشوش کنیم. مسئله نیست، بگید. موضوع مربوط به آدمی معروف به ناصری، اهل اینجا نیست. طبق گزارش ها عامه مردم تمایل زیادی بهش دارن، سران معبدم اونو یه تهدید میدونن، تهدیدی برای آتیه خودش. خوبه، داره یواش یواش ازش خوشم میاد. سرورم، تمنا میکنم در این باره قدری بیشتر تأمل بفرمایید. از این وقت شناسیش خیلی خوشم اومد. اون از طرف هر کس که ماموره درست و به موقع سراغ اورشلیم اومده، درست و به موقع. آدریان، گفتید اسمش چی بود؟ ناصری قربان، عیسای ناصری. پیامبر جلیل از اوان رسالت مقدسش 12 تن را برگزید که به حواریون مسیح شهرت یافتند و این است نام های ایشان: پتروس ماهیگیر و برادرش آندراوس،
یعقوب و یوحنا پسران زبدی. یوسف لاوی معروف به بارنابا که محبتش به عیسی او را از قبرس به فلسطین رهسپار کرد. متای باجگیر مأمور اخذ مالیات رومیان که هدایت یافت و عیسی را پیروی کرد. فیلیپوس چوپان و تدئوس، یعقوب کهتر و برتولوماوس، یوحنای دیلمی که به شوق یافتن عیسی از سرزمین شرقی به اورشلیم آمد، و یهودا فرزند شمعون اسخریوطی که از موهبت ایمان هیچ بهره‌ای نبرده بود. بزرگ است نعمتهایی که خداوند به ما عطا فرموده است، پس بر ماست تا با اخلاص او را عبادت کنیم. خوشا به حال آنان که نوحه می نمایند بر این زندگانی، زیرا که ایشان تسلی خواهند یافت. خوشا به حال بی نوایانی که روی بر می گردانند راستی از لذت‌های جهانی، زیرا ایشان زود است که متنعم شوند از لذایز ملکوت خدا. خوشا به حال آنان که می‌خورند از مائده خدای، زیرا که فرشتگان زود است به خدمتشان قیام نمایند. شما مسافرانید مانند سیاهان. آیا سیاه میگیرد برای خود راه قصرها، مزرعه ها و اموال دنیا؟ نه، چنان نیست. لیکن برمیدارد چیزهای سبک و با منفعت را. پس این باید مثالی باشد برای شما. عادت کارگزاران قیصر تیبریوس در تمامی مستعمرات امپراتوری سرکوب بیرحمانه شورشیان و ارعاب شدید اهالی بومی بود، چه این که ایشان را رسم بر این بود که گناه قتل یک رومی را با به صلیب کشیدن دو تن از بیگناهان جبران نماید. آن روز نیز به فرمان ژنرال پیلاتس لشکریان روم یکی از نفرات انجمن شورشی زیلوت را از دژآنتونیا به قصد اعدام بر تپه جلجتا حرکت داد. اشغال اورشلیم از همون اول اشتباه بزرگ ما بود. درسته، اما این رومه که تصمیم میگیره، نه من و شما قربان. بارماس، رومی ها رسیدن به دروازه قدیم اورشلیم. دستور چیه؟ بچه ها برید. سربازا، آقا، گرد! طرف جورجتا از داخل شهر. ای جوان های اورشلیم، داوود نبی را به خاطر بیارید که چطور با سنگ های این سرزمین جالوت و از مادر آورد. بالاخره تو را با این سنگ ها به چرخش در بیارید. لحظه با اون فرا رسید، بذاریدشون امپراتوری جالوت و سنگ سار کنید. بذارید، بذارید. نیروی کمکی بگیرید، فرمانده هاشو رو هدف بگیرید، با کشکینشون. له شدم این سنگینه. ساکت شو نکفت. آمن بودی؟ زنده باد زیراد، مرد بر پیاترس، زنده باد برابر. قرار کن جان. در خدمت هم پیرا.
خبرهای بسیار ناگواری دریافت کردم. چه خبرهایی جنرال؟ گزارش شده در اصلای مراسم تسلیب اون محکوم، جریانی که خود من برای ارعاب این مردم چموش طراحی کرده بودم، زندانی فرار کرده. تو مقصر ایلنتوس بی توجهی و اهمال کرده. سرورم من بی تقصیرم. از بین زندانی های سیاه چال دژ دو نفر میبری به تپه جورجتا و به سلیمشو بکشی همین امروز. خدا به خواهرم ترحم کن، اون لاله نمیشنوه، هیچی نمیشنوه. از وقتی به دنیا اومده گنگ بوده و حرف نزده، هیچی نمیفهمه. اونو دریاب ایسا، خواهر منو دریاب، خدایا به دادم به. عیسی برای عبادت به معبد سلیمان وارد شد، مردم از هر طرف به سوی معبد شتافتند تا از موهبت دیدار مبعوث قدوس پروردگار مهربان بهره مند شوند. عیسی بر فراز شد، لب به سخن گشود و گفت: مبارک است نام نامی خدای پاکی که از سر جود و مهربانی بی منتهایش به آفرینش کائنات اراده فرمود و نیافرید آفریدگان خیش را مگر از برای پرستش و تمجید. مبارک است نام خدای پاکی که به دست بنده برگزیده‌اش موسی کلیم به ما ناموس پاکیزه تورات را عطا فرمود. لیکن ای برادران، امروز باید چه کنیم تا بر گناهان خیش مجازات نشویم؟ پس در آن هنگام عیسی یکایک اصناف بزرگان کهانت طایفه بنی اسرائیل را با سخت‌ترین کلمات و تعابیر به باد نکوهش گرفت. آنگاه به نویسندگان فریسی متون مقدس شریعت پرداخت و ایشان را به جهت ترویج تعالیم فاسد و جعلی و ترک موازین شریعت الهی به شدت توبیخ کرد. عیسی در پایان خطابش در میان جمعیت متوجه زنی گوش پشت شد، پس فرزند مریم بر او رحمت آورد و به نام خداوند توانای ما قد راست کن تا این جماعت بفهمند که من جز حق نمیگویم و این خداوند است که میخواهد من به نام او با این قوم سخن بگویم. ناصری، فرزند خوانده یوسف نجار، یک کرولال مادرزاد و شفا داده. چندی قبل مجدلیه معلوم الحال را
از چنگ دیوان رها کرده. امروز هم یک زن گوش پشت رو شفا داده و شما مطمئن باشید که فردا در جاهای دیگه مرتکب شعبده بازی تازه تری میشه. اون وقت چه باید گفت؟ لابد باید بگیم نجات دهنده از راه رسید. مبالغه نکنید. مبالغه. شما چرا ساکت هستید جناب جمالایی؟ شما رو که عوام و خواص این شهر قبول دارند، مردی معتدل که حتی اگر کار تمام این امت به افراد بکشه باز هم حد وسط رو ملاحظه میکنه. اما شما رو به خدا سوگند این بار مصلحت کهانت رو در نظر بگیرید. آقای قیافا، من همیشه خیرخواه شما و سایر اعضای شورای سنهدرین بوده و هستم. به همین دلیله که میگم دشمنی با این مرد چه فایده داره؟ اگه حرفاش راست باشه نباید با اون جنگی، چرا که در این صورت به جنگ خدا میریم و اگه دعوی اون دروغ باشه باز هم شما متضرر نخواهید شد، چرا که گذشت زمان حقایق رو برای مردم برملا میکنه. ای معلم، آیا خداوند قادر هست برای ما از آسمان سفره طعامی نازل کنه؟ این چه سخنی است که میشنوم؟ خدای بزرگ بر همه چیز تواناست، کافی است به تحقق چیزی اراده کند پس آن چیز محقق خواهد شد. ولی ای استاد بزرگوار، ما میخواستیم با اجابت این تقاضا اطمینان بیشتری به دعوت شما پیدا کنیم و نزول این سفره آسمانی را در حکم یک عید برای خودمون بدونیم. خداوند می فرماید به راستی من تمنای شما را شنیدم و این سفره را از آسمان برایتان نازل می کنم. ولی اگر احدی از شما بر این معجزه کافر شود او را به چنان نقوبتی کیفر می دهم که تا به امروز بر هیچ یک از آدمیان روان نداشتم. به نام خدای توانا از این سفره و طعام آسمانی بخورید. عجب ماهی خوشمزه‌ای، خوشمزه‌تر از تمام ماهیایی که خودم سیبشون کردم و خوردمشون. بخور یوتی، محشره، بخور. پس چرا خوشگل زده اشقر یوتی؟ برای این ماهی دیگه لازم نیست از کیست خرج کنی. بخور دیگه. ای پروردگار مهربان، تو را سپاس میگویم. اونم وسط این بیابون. تو را سپاس که تقاضای بندت را اجابت فرمودی. از من نخواهیم بتونم خودم رو گول بزنم، اینا خواب و خیاله، معجزه کدومه؟ نونو بخور. نونو قبول دارم، نه ماهی رو. ولی اگر احدی از شما بر این معجزه کافر شود او را به چنان نقوبتی کیفر میدهم که تا به امروز بر هیچ یک از آدمیان روان نداشت.
میگن مسیح خیال پادشاهی داره. حالا تو بگو چی توی اون کاسی سرت قایم کردی؟ خنجر کش سابق، حواری عوضی، هر کسبی سوخت و سوزم داره. پس بهتر مواظب کاسبید باشی پسر شمعون اسخار یوتی. آن روز عیسی و حواریون او ده سپار شهر نائین بودند. بین راه با گروهی از رومیان مواجه شدند که داشتند بتی را به پرستشگاه آن حمل می کردند. همزمان اهالی شهر نائین جسد یگان فرزند بیوه زنی را به سوی گورستان می بردند. اون چیه؟ عیسی ناصری. نگاه کنید، عیسی ناصری اومده. عیسی، ای پسر مریم، مگه تولد خودت یه معجزه نبود؟ پس معجزه کن. خدا توان غلبه بر هر چیزی رو به تو داده. تمنا میکنم، التماس میکنم، پسرمو زنده کن. به دادم برس پسر مریم پاک. تمنا میکنم. گریه نکنید، او نمرده است، به خواب رفته. به نام خدا و به اذن پروردگار دو عالم، جوان برخیز. هرچه سریع‌تر برید و به تمام اهالی یهودیه بشارت بدین که خدای بنی اسرائیل بر ما تجلی کرد. او را خدا باید نامید، خدا یا پسر خدا. اهالی اورشلیم، آماده استقبال از پسر خدای خودتون باشین. ما در نائین دیدیم که عیسی ناصری مرده ای را زنده کرد. اون پسر خداست. من یه دشمن مشترک داریم. بله، روم. نه نه، کمی فکر کن براباس. گمان میکنم که عاقل تر از این حرفا باشی. منظورت عیساست؟ نه. دقیقا. خب الان بهترین موقعیت در دسترس شما زیلوت است. در قدم اول بهتره که شما به طور غیر مستقیم با این مرد روبرو بشین. سلاح شایع را دست کم نگیرید. حربه یه برنده ایه، به شرطی که بلد باشی به خوبی خنجرت ازش استفاده کنی. بری توی ریشه اصل و نسبش، انگشت بذاری روی ماجرای تولدش، نداشتن پدر. از امروز هر کسی که به عیسی ناصری خدا یا پسر خدا لقب بده خونش هدره. برید شما رو ببینم. شما کافران رو باید کش. ما در انتظار پادشاه یهودیم، نه پسر خدا. این هیاهو برای چیه؟ یک آشوب تازه سر برم. مردم و اوباش زیلوت به جان هم افتادن، ظاهرن شورش کردن، یک شورش ملایم. ولی معتقدم آتش این شورش به همه جا سرایت میکنه. همه چیز با این پیغمبر جلیل شروع شد.
و همه چیز با او تمام خواهد شد. کسی میگه این سان خدا یا پسر خداست، باید خونش ریخته بشه. حمله کنی قرونشون ندی، کشون عمل ندی. به این ترتیب سراسر یهودیه دستخوش آشوب و بلوا گردید. لشکریان مشرک رومی که در آغاز از آتش افروزان این فتنه بودند، اینک مجبور به سرکوبی فتنه زدگان شدند. سران شورای کهانت نیز ابتدا سیاست صبر و سکوت پیشه کردند تا به یمن این احتشاش زمینه برای بدنامی هرچه بیشتر عیسی در میان عوام مذهبی مهیا شد. در جای جای یهودیه اهالی شهرها و دهکده‌ها به مخالفت با یکدیگر در باره عیسی برخواستند و کار به جایی رسید که دسته‌های آشوب طلبان خود را مسلح کردند و کمر به کشتار یکدیگر بستند. 40 شبانه روز ناامنی و بلوا بر همه جا حکم روا بود، به گونه ای که پسر در برابر پدر و برادر علیه برادر قد علم کرد. سرانجام در اورشلیم اشراف شهر و شماری از سران شورای کهانت به ملاقات یوسف قیافا کاهن اعظم رفتند و او را واداشتند تا برای برقراری آرامش وارد عمل شود. پس قیافا به اتفاق پیلاتس حکمران رومی و هیرودوس پادشاه ایالت جلیل به نزد مردم رفتند و آنان را به آرامش فراخواندند. قیافا از مردم خواست تا با او به زیارت عیسی بروند و حقیقت حال فرزند مریم را از زبان خود او جویا شوند. مردم نیز پذیرفتند. به زودی خبر رسید که عیسی و یارانش در حاشیه صحرای اردن رویت شدند. جزیم از اهالی اورشلیم و دیگر شهرها به ملاقات او شتافتند. در پی مردم شماری از سران شورای کهانت در معیت قیافا روان شدند و از پی ایشان پیلاتس حکمران رومی نیز با ندیمان خود به آنجا آمد. حالا تکلیف چیه علی جان؟ صبور باشی و تماشا کن. عدنیا خدای ما، ای کاهن مطرود چه میکنی؟ از خداوند بترس، از خدای زنده ما و این مردم بترس. سر تا سر یهودیه به خاطر تو به جنبش در آمده، تا جایی که همه مردم آشکارا میگن تو خدایی. تنها به خاطر خاموش کردن آتش این فتنه بود که ما ناچار شدیم به اتفاق پروکراتور روم به اینجا بیاییم. حالا از صمیم قلب از تو تمنا داریم این آشوبی رو که به خاطر تو بپا شده از بین ببری. کارامت به تفرقه کشیده. گروهی میگن که تو خدایی، بعضی میگن که پسر خدایی، بعضی هم میگن که پیغمبر خدایی.
ای رئیس کاهنم، تو چرا آشوب به پا میکنی؟ مگر تو هم دیوانه شده ای؟ مگر نبوت های پیامبران و شریعت خدا را یک سره به فراموشی سپرده ای؟ به خدایی که جانم در پیشگاهش می ایستد سوگند، من از آنچه مردم در بارم می گویند و مرا برتر از یک انسان می دانند بیزارم. تو با گفتن آن سخن مرتکب معصیت بزرگی شده ای. درسته، با همین امروز نامه ای به سنای محترم روم خواهیم فرستاد تا تگ آن دستوری صادر شود که هیچ کس از این لحظه به بعد مجاز نیست تو را خدا یا پسر خدا بنامد. وعده های شما موجب تسلی من نخواهد شد، زیرا از همانجا که نور می جویید ظلمت روی می آورد. ولی تسلی من در آمدن پیامبری است که هر عقیده و باور دروغین را که در باره من گمان برده اید برمی اندازد. آیین او گسترش پیدا خواهد کرد و همین جهان را فرا خواهد گرفت، چنانچه خدا به ابراهیم این چنین وعده داده است. آنچه که مرا تسلی می‌دهد این است که دین او را پایانی نیست، زیرا خداوند خود از اساس دین او محافظت خواهد کرد. در پی سخنان عیسی آتش فتنه در یهودیه فرونش است و حکمران رومی نیز نامه‌ای در باب امر فرزند مریم به محضر سنای روم فرستاد. عالی جناب سجانوس، تصویب این لایحه به هیچ عنوان از وجاهت عرفی و قانونی برخوردار نیست. تذکره به جایی بود سناتور. درسته. این لایحه فاقد هر گونه مشابهت تاریخی است، اما دست کم این امتیاز رو داره که مفاد اون به زیان قوانین جاری و ساری امپراتوری نیست. او با تنظیم این لایحه و به خاطر کسب اجازه از سنا خواسته که مانع از ایجاد هرج و مرج مذهبی جنون‌آمیز در سرزمینش بشه. هرج و مرج در ناآرامترین مستعمره روم یعنی فلسطین. پس دیگه سنا برای عدم اجابت درخواست پروکراتور لایق ما چه دلیل موجهی میتونه داشته باشه؟ موافقین با تصویب این لایحه دستاشونو بیارن. تصویب شد. شبی در اورشلیم نیقودیموس کاهن خدا ترس شورای کهانت که ارادت قلبی وافری به پیامبر جلیل داشت، پنهانی عیسی و حواریون او را به میهمانی در خانه خود دعوت کرد. ای نیقودیموس، به من بگو اول بار که مرا در هیکل سلیمان دیدی به قلبت خطور کرد که من آمدم تا شریعت پیامبران پیشین را زائل کنم؟ آریه بزرگوار، به هستی خداوند سوگند، اگر به واسطه روایت های کذب فریسیان دروغگو و عالمان شریعت تورات موسا و کتاب پدر ما داوود نبی تباه نشده بودند، یقین بدان که خداوند کلام خود را بر من نمی فرستند. میکن چرا تنها از صحف موسی و کتاب داوود سخن بگویم؟ امروز هر نبوتی تباه شده تا به آنجا که اکنون مردم چیزی را به ملاحظه این که خدا به آن امر فرموده طلب نمی کند، بلکه نظر ایشان به آن است که عالمان چه گفته و فریسیان چه می کند. گویا که خدا بر خطا بوده و بشر خطا نمی کند.
بس وای بر این گروه کافر، خونهای بناحق ریخته پیامبران و صدیقان و خون زکریای نبی که همین بزرگان کهانت او را میان هیکل و مذبح کشتند. با ایشان چه خواهد کرد؟ کدام پیامبری آمد که او را مخور نکردند؟ کدام صدیقی است که او را وانهاده باشد تا به عجل خود بمیرد؟ از دیگه است هیچ مؤمن راستینی را در این دیار باقی نگذارند و اینک ایشان در طلب منند تا مرا بکشند. مباهات میکنند که از اولاد ابراهیم خلیلند و هیکل مجلل اورشلیم را در مالکیت خود دارند. به هستی خدا سوگند که ایشان اولاد شیطانند و به همین جهت اراده آن لعین را در این امت اجرا میکنند. چون سخن عیسی به آخر رسید، مریم مجدلیه که از مریدان مخلص پیامبر جلیل بود موی کنان وارد شد. استاد چه شده ای مریم؟ برادرم، لعوزر برادرم. برادرم چه؟ داره میمیره. زاری مکن. چطور زاری نکنم؟ اونم در حالی که تنها برادرم در شرف مرگه. به این کمترین کنیزت گفته بودی که برادرت نمیمیره. خودتو به من گفتی. او نمرده. نمرده؟ ما الان 4 روز جسدشو توی گور گذاشتی. مرده واقعی کسی است که بمیرد بیان که از جانب خداوند به رحمتی دست یافته باشد. لازم نمرده بلکه خفته. ای پروردگار عالمیان، ای خدای ابراهیم، اسحاق و اسماعیل، بر مصیبت این دو زن رحم آور و از خزانه مجد و اکرامت بر ما عنایتی فرما. نازم برخیز.
اومدم تا شریعت موسا رو تمام کنم. آفرین روی، تو فکر منو خوندی. مطلب از این قراره، زنی رو پیش ناصری میبریم و گواهی میدیم که اونو در حین گناه کردن گرفتیم. امر ناصری در مورد اون زن از دو حال خارج نیست، یا اونو مجازات میکنه یا نمیکنه. شق سومی هم وجود نداره. اگر مجازاتش نکنه، برخلاف شریعت موسی حکم کرده، چون در قانون موسی آمده که چون این زنی نجسه و باید کشته بشه. و اگه مجازاتش کنه، بر ضد روش خودش عمل کرده، چون اون مدام از رحمت و توبه پذیری خدا دم میزنه. به شهادت این خادمان شریعت تو باید سنگسار بشی. عیسی اونجاست، بذارید پسر مریم در موردش حکم کنه. آره درست میگه، اون که ادعا داره قانون موسی رو بهتر از سران کهانت مقدس بلده باید در این باره حکم کنه. من بیگناهم، من بیگناهم. دروغ میگه. سامانیه به این شهر اومدم تا شوهرم رو پیدا کنم. چه کسی شهادت میدهد که این زن گناه کرده؟ من دیدم که این زن گناه میکرد. منم دیدم. لعنت خدا بر تو، من بیگناهم. اگه اومدی از شریعت موسی پیروی کنی، پس قوانین موسی رو اجرا کن. آره اجرا کن، اجرا کن. در این آینه بنگرید، آن کس که گناه نکرده او اولین سنگ را بزند. جایند کسانی که میخواستن تو را مجازات کنند. تو پیامبر رحمتی، شنیدم هر کجا که باشی مایه برکتی. همه رفتند و امر من گمراه به اختیار توست. فرخنده باد نام خدای مهربان. و تو میتوانی بروی. برو و پس از این گناه مکن. این لعازر راه میره، حرف میزنه، میره در بین مردم و براشون از کرامات عیسی خطابه میخونه. بکشیدش لعازر. بله بله بله، لعازر اول باید اونو کشت. توسط کی؟ من برای این کار شخص مناسبی رو در نظر گرفتم. اون کیه؟ یه طلبی فریسی جوان، خبرچین زبردستیه، مثل ماهی لیزه و مثل مار هوشیار. تو آکادمی یونانی ها درس خونده، در ضمن یکی از باهوشترین شاگردان فریسی جلسه شرعیات استاد جمالائیل محسوب میشه. بی اغراق باید بگم که وسعت اطلاعات مذهبیش حیرت آوره. بارها دیدم که چطور بر روی سکوی خطابه با موعظه هاش مردمو میخکوب میکنه. خوبه بدونید که اون شهروند رومه و
من از همین حالا روی اون به عنوان یکی از رابطین اصلیمون با امپراتوری در آینده حساب میکنم. اسم چیه؟ شاول. اهل کجایی؟ انتاکیه؟ فنیقیه یا؟ فعلا شهروند روم هستم. لاوزر. سران شورای کهانت برای قتل پیامبر جلیل به دست زوار معبد نقشه پیچیده‌ای طراحی کرده بودند. از بر آستانه عید فصح بود که عیسی و شاگردان او به معبد سلیمان وارد شدند. ای عیسی، مگر اون چرا که پیش از این در حضور عالی جاه قیافا و حکمران رومی و هیرودوس پادشاه بهش اقرار کردی از یاد بردی؟ نه، از یاد نبردم. مگر تو صراحتاً به ما نگفته بودی که من نه پسر خدا هستم، نه خدا هستم و نه اون آخرین پیامبر موعود؟ فراموش نکردم. در این صورت بگو از آمدنت به هیکل در آستانه عید فصح، اون هم با این جماعت انبوه مردم کوچه و بازار، چه منظوری داری؟ ای عیسی، کهانت مقدس در طی این قرنها به ما این گونه آموخته که آخرین فرستاده منجی پیغمبر آخر الزمان از نوادگان جد اعلای این امت یعنی اسحاق. حالا مایلیم که شرح این نکته رو از زبان تو بشنویم. شاید آن چرا که در بیان هستید و طمع شنیدن آن را از زبان من دارید دروغی بیش نباشد. حالا که تو و یارانت خوب میدانید که من اهل دروغ نیستم. یعنی به گمان تو ما خادمان شریعت موسی تا بدین حد از شنیدن یک سخن راست گریزانیم؟ آری، چون اگر به شما دروغ میگفتم تو
ای کاهن اعظم و شما ای فریسیان و کاهنان، با تمامی بنی اسرائیل منو پرستش میکردید، ولی از اونجا که من جز سخن حق با شما کلامی نمیگویم، همگی شما به دشمنی با من کمر همت بسته اید و میخواهید مرا بکشید. این یک افتراء بیشرمانه است. آی مردم، شما شاهد باشید که در روز روشن در خانه خدا چگونه به کهانت مقدس افترا میبندن. شاهد باشید. حالا دیگه برای ساده‌لوح‌ترین افراد این امتم واضح شد که در پشت این چهره مقدس نما و ظاهر الصلاح تو شیطان پرید پنهان شده. بله، و این همون شیطانه که تو را اونقدر گستاخ کرده که در برابر مشایخ سنهدرین و این زبار هیکل مقدس این گونه به این کاهن پاکباز دین خدا جسارت میکنی. ای جماعت کاهنان و شما ای فریسیان، هرگاه من مرتکب گناهی شده بودم، چرا به جای این که مرا مانند بیگانه شریری دشمن بدارید نصیحتم نکردید؟ اگر من مرتکب گناهی شدم نکوهشم کنید، نکوهشی برادرانه، تا خداوند شما را دوست بدارد. اما مادامی که شما با من خصومت می‌ورزید و قادر به اثبات گناهی برای سرزنشم نیستید، همین دلیل آن است که شما آنگونه که خود را می‌خوانید فرزندان ابراهیم خلیل نیستید. او تا آنجا خداوند را دوست داشت که تنها به درهم شکستن بت‌های باطل نمرودیان و کنار گیری از خاندانش اکتفا نکرد، بلکه میخواست نخستین فرزند خود را نیز برای اطاعت از امر خداوند قربانی کند. ما بزرگان سنهدرین همین یک سؤال رو از تو داریم. در صدد کشتن تو هم نیستیم. به ما بگو کدام یک از دو پسر ابراهیم منظور توست؟ اسحاق جد اعلای ما، یا اسماعیل جد اعراب؟ خدایا گواه باش که این غیرت شریف توست که مرا آتش میزند، آنگونه که نمیتوانم از گفتن سخن حق خاموش بمانم. به شما میگویم آن فرزند همان اسماعیل بود که آخرین منجی پیامبر موعود باید از دودمان او به این جهان بیاید. و بدانید ای بنی اسرائیل، من فرستاده پروردگار به سوی شما هستم، تصدیق کننده تورات و بشارت دهنده به آمدن پیامبر موعود که نامش احمد است. جماعت به هیجان آمده از فتنه شیطانی کاهنان در سنگباران فرزند مریم پاک از یکدیگر سبقت می جستند. اما به یمن مکر الهی عیسی و حواریون او به سلامت از میان جمعیت کینه‌توز خارج شدند. لیکن هر یک از فتنه زدگان گمان می برد
فردی را که آماج سنگباران خود قرار داده کسی نیست مگر عیسی ناصری. جناب قیافا، بگید بدونم اون همه قلب سنگ و چوب و چماق رو دیروز چه کسی پای ستونهای صحن معبد تلمبار کرده بود؟ من که همه چیز رو میدونم. به من واضح بگو چی میخوای؟ البته ما پول زیادی به شما تقدیم میکنیم جنرال عزیز. من برای دعوت حضرت عالی به شرکت در یک ائتلاف سودمند به اینجا آمدم. ائتلاف سودمند؟ بسیار متاسفم جناب قیافا، من یک کهنه سربازم، نه دلاله ایش از دکه‌های صرافی معبد شما. البته مقصودم این بود که ما همه انسانیم و بالاخره نقاط مشترکی با هم داریم. همین نقاط مشترک؟ بین ما و شما؟ شما عبرانی هستید و ما رومی، چه نقاط مشترکی؟ شما فقط و فقط در پی جلب منافع مادی خودتون هستید و بس، ولی ما به یک اصولی هم پایبند هستیم. اون خدای نادیده ای که شما مرتب ازش دم میزنید همون منافع مادی شماست، در حالی که ما رومی ها اینطور نیستیم، فرق میکنیم. پول زیاد به قدر عایدات 10 سال شما حضرت جنرال کافیست با ما کنار بیایید همین الان، و ساعه دستور میدم که از خزانه هیکل یک جا به حضورتون تقدیم بشه. یک رقم مطلوب در برابر یک عمل نامطلوب. تو از من میخوای کسی رو بکشم که به ساحت قوانین روم متعرض نشده؟ نکنه شما از چیزی وحشت دارید؟ حق با شماست جنرال، حق با شماست. آقایون وحشت دارن، میترسن خونه این مرد جلیلی دامنگیرشون بشه. پس چه بهتر گناه سلاخی مردی که عوام این مستعمره او رو به چشم یک مرد مقدس نگاه میکنن بیفته به گردن کفار بیگانه از شریعتشون. ای حواریون من، زود است زمانی فرا رسد که از میان شما بروم. پس شایسته است در غیاب من بر اعتقادتان ثابت قدم بمانید. من نیز از خدای مهربان مسئلت خواهم کرد تا تسلی دهنده دیگر را به شما عطا فرماید. پس چون او به این عالم بیاید همه چیز را به شما و دیگر پیروان من تعلیم خواهد داد و تمامی آنچه را که در این سالها من به شما گفتم به شما یادآور خواهد شد و بر حقانیت من و تعالیم من شهادت خواهد داد. پس بر اثر تهدید هیرودوس که با قیصر تیبریوس مناسبات دوستانه داشت، جنرال پلاتس چاره‌ای جز تمکین نیافت و فرمان دستگیری عیسی را به سربازانش صادر کرد تا پیشگویی داوود نبی که از عیسی آخرین پیامبر بنی اسرائیل خبر داده بود تحقق یابد. آنجا که داوود فرمود و فرماندهان زمین و پادشاهان آن بر ضد یگان قدوس بنی اسرائیل متحد خواهند شد، زیرا او به نجات اهل عالم بشارت می دهد. آن شب در اثنایی که عیسی با حواریون خود بر سفره شام نشسته بودند، به ناگاه مریم خواهر لعازر وارد شد در حالی که شیشه‌ای حاوی عطر گرانبها را با خود آورده.
این چه کاری بود که کردی دیوانه؟ چه میگویی؟ حیا کن از خریوتی. من تو این فکر بودم که با پول این عطر میشد شکم 30 نفر فقیر گرسنه رو سیر. همین. بفهم داری در محضر چه کسی حرف میزنی؟ ای یهودا، من از آنچه به دل داری آگاهم. کمی بیش از آنچه صبر کردی صبور باش، پس همه را به تو وا میگذارم. جمن چقدر موجب مسرته. آلی جنابان آوردمش. بیا جلو. معرفی میکنم، آلی جاه یهودا، فرزند شمعون اسخریوطی، ملقب به کفتار، در محضر شماست. پول میخواد. سی سکه یه نقره چطور؟ شب عید فصح آن سال برای شاگردان عیسی حال و هوایی دیگر داشت. مقدر بود که آن شب عیسی آخرین شام عید را با حواریونش بخورد و سپس بودم کسافت. علاج این خبیث نوک تازیانه میر غضب‌های رومیه. یهودی ها کاهن های شریعت شما تو رو نزد من فرستادن تا فرمان قتلت رو صادر کنم. لابد میدونستن که این کار برای من بسیار ساده است. نمیتونم تو رو در اختیارشون بگذارم تا به صلیبت بکشن. حرف زدنم یادت رفته؟ من نمیخوام گناه کشتن تو به گردن من بیفته. میدونی چرا؟ چرا حرف نمیزنی؟ راضی هستی کشته بشی؟ به صلیبت بکشن؟ آره، حرف بزن. آه.
تمام بدنش سیاه و کبود شده قربان. شاید با دیدن جسم در هم شکستش دل سختشون نرم بشه و از ریختن خونش صرف نظر کنن. پروردگار من، نیک میدانم که فریسیان بغض مرا در دل دارند و کاهنان بر قتل من مسلمند. من بنده تو هم، به رحمتت دعاهای بندهت را بشنو و مرا از دامهای ایشان برهان، زیرا توی رهاننده من. ای عیسی، بنی اسرائیل مکر ورزیدند و خدایت نیز مکر می برزد. پس خدا بهترین مکر کنندگان است. اینک پروردگار تو می فرماید ای فرزند مریم، همانا امشب تو را از این عالم باز می گیرم و به سوی خود بالا می برم و ساحت تو را از آنان که به تعالیم تو کفر ورزیدند پاک می کنم و آنان را که از بشارت تو پیروی کردند تا روز قیامت بر آنان که کافر شدند برتری می دهم. سپس بازگشت شما به سوی من است. پس در آن روز میان شما در آن چه اختلاف می کردید حکم خواهم کرد. هنگام رفعت توست یا روح الله. لبک یا جبرائیل. خدای عجیب کار عجیبی کرد. یهودا در رخسار و گفتار شباهتی شگفت‌انگیز به فرزند مریم یافت. هی نوی، استاد کجاست؟ قرباز کنید، اشتنان قایم کنید، قرباز کنید. خودشه، ایساس. اون رفته؟ لابد از اون طرف رفته.
مدرکی هستیم، بگیریدش. من یهودام، یهودام. نکنه منتظرین که با جادو دوباره فرار کنه. بزنیدش! جا بیافت! ببریدش! پتروس! واسه شبگردی تو صحن و سرای معبد شب جالبی رو انتخاب کردی. از جون من چی میخوای؟ جون تو؟ چه شده؟ انگار جن دیدی؟ از جن هم بدتر. حرف دهن تو بفهم شمون ماهیگی. حتما میخوای بگی حواری پراپا قرصش هم نیستی. من هنوز هم حواری پراپا قرصش هستم، ولی اون معلم من نیست. اگر شما راستشم بگم حرفم رو باور نمی کنم. چه میگه لنتوس؟ گروان پرت و پرا به هم میبافه احمق. به شرف سروازیم قسم، نمیدونم به چشمام چه میگن این احساس اعتماد کنم یا به ندای درونم که به هم نهیب میزنه و میگه این هیچ شباهتی به عیسای ناصری نداره. اینجا خبره اورشلیم، روم با شما صحبت میکنه. جمیع کاهنان و رؤسای شما امروز منو، یعنی روم رو، به داوری فرا خواندند. ما هم خواستشون رو اجابت کردیم. رأی ما لااقل از یک جهت این مرد سزاوار مرگ نیست، بلکه مستحق ترحمه. اون میگه که عیسی نیست،
بلکه همون یهودای از خریوتیه که سربازای ما رو هدایت کرد تا عیسی رو بگیرن و بازو میگه که عیسی جلیلی با جادوی خودش او رو به این شکل و شمایل داره برده کشتن او ظلم بزرگیه و او بیگناهه ولی اگر او واقعا عیسی باشه و انکار کنه که عیسی‌ست پر واضحه که او عقل و شعورش رو از دست داده در این صورت قتل یک دیوانه ظلمیست ناروا اون عیسی‌ست عیسی ناصری ما اونو خوب میشناسیم اگه گناهکار نبود که ما اونو به دست تو تسلیم نمی کردیم خون عیسی به گردن ما و فرزندان ما اونو بکش خداوند بر دلهای سخت بنی اسرائیل مهر نهاد به سبب کفرشان و آن بهتان عظیمی که به مریم پاک دامن زدند و نیز به این سبب که گفتند ما مسیح پسر مریم پیامبر خدا را کشتیم حال آنکه آنان عیسی را نکشتند و او را مصلوب نساختند بلکه در این امر دچار شبهه شدند به درستی آنان که درباره فرجام امر عیسی دچار اختلاف شدند خود در تردید بودند و به آن چه می گفتند یقین نداشتند آنها صرفاً از گمان خود پیروی می کردند و قطعاً عیسی را نکشته بودند بلکه خداوند او را از این جهان به نزد خود فرا برد و به راستی که خدا پیروزمند و به غایت هر چیز داناست قرآن کریم سوره نساء آیات 156 تا 158